همزمان با افزایش حملات گروه های مقاومت بر ضد حاکمان جدید در افغانستان، آمریکا تاکید دارد که برای ایجاد یک نظام سیاسی پایدار از ابزارهای خشونتبار استفاده نمی کند. وزارت خارجه آمریکا می گوید سیاست ایالات متحده این نیست که بر ضد حاکمان جدید افغانستان گروه ها را تقویت و حمایت کند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا بر رسانه های آمریکایی گفته است واشنگتن هیچ حرکت سازمان یافته را بر ضد حکومت جدید افغانستان حمایت نمی کند، بل در عوض از همه طرف های متخاصم خواسته تا به گونه مسالمت آمیز مذاکره کنند. ما می خواهیم از طریق ابزارهای صلح آمیز شاهد ظهور یک نظام سیاسی و پایدار باشیم. تقویت حرکت های سازمان یافته بر ضد طالبان به نفع هیچ یکی نیست و از آن حمایت نمی کنیم و از همه طرف ها می خواهیم خیشتندار باشند و تعامل داشته باشند. این تنها راهی است که افغانستان می تواند با چالش های متعدد مقابله کند. این مسئله افغانستان است که خود افغان ها تصمیم بگیرند که نوع قدرت سیاسی کدام و کدام شیوه است و همه باشد نظام چه شیوه باشد و کسانی که در قدرت هستند تلاش نکنند که عملکردهای ضعیف رو کنند تا یک بار دیگر مداخله سریع این کشورها را در برای افغانستان یا در افغانستان زمینه را مساعد بسازند. همزمان با این رونالد نیومن سفیر پیشین آمریکا میگوید هنوز زود است که کشورهای غربی امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند. فکر نمی کنم موضع‌گیری جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست در حال قوی تر شدن باشد. در مورد کشورهای منطقه چیزی گفتن نمی توانم، اما کشورهای غربی محاسبه های خود را دارند. من فکر می کنم به این زودی ها امکان به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی غرب وجود ندارد. امریکا ایره هم میگه که تا نظام همشمول نشه او را به رسمیت نمیشناسه. و این خساره کلانترین فعلا بر افغانستان این است که در انزوا رفته و به رسمیت شناخته نشده. پس لازم است که در حد معاونین رئیس الوزراء کسانی باشند که اونا طالب نیستند، حرفوی هستند. با این حال امارت اسلامی از جامعه جهانی میخواهد با توجه به فراهم شدن تمام شرایط از سوی امارت اسلامی جهت کسب مشروعیت جهانی حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند. او هغه ګامونه چې د نظام د مشروعیت لپاره مهم دی هغه اخیستل سوي دي. اوس هغه مرحله پاتې ده چې متقابل جناحونه ګامونه پورته کړي او د اسلامي امارات او افغانانو سره رسمي تعاملاتو ته لاره ورسي. اما از دید آگاهان باز شدن مکتب ها بر روی دختران دانش آموز، حرمت گذاری به حقوق بشر به ویژه اجازه یافتن زنان به کار و تحصیل، مبارزه مؤثر با تروریسم مواردن که با رعایت آن در موضع‌گیری جهانی نرمش ایجاد خواهد شد. طالبان با تکرار این ترفند ثابت ساختند که به خاطر قدرت طلبی دست به هر کار میزنند و از هر حد و حدودی میگذرند. در حقیقت دختران دانش آموز ما فعلا در گروگان سیاسی طالبان قرار دارد و با برانگیختن احساسات اینچنینی در پی اخاذی سیاسی از جامعه بین الملل است. بان که 11 ماه از روی کار آمدن دولت جدید سپری شده، اما تا کنون هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. هرچند نمایندگی های سیاسی و سفارت های شمار زیاد از کشورهای منطقه در افغانستان فعالند و همین گونه نمایندگی های سیاسی امارت اسلامی هم در برخ از این کشورها فعال و از مرکز هدایت می گیرند. با این همه زنان و دختران افغان هم شکایت دارند که پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان بر آموزش و کار آنان محدودیت وضع کردند و جلو هر نوع پیشرفت آنان را گرفتند.